مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد پاکستان با ما همراه هستند. آقای مطهری، با هم گزارش رو دیدیم، لطفاً در رابطه با جزئیات این حادثه تروریستی توضیح بفرمایید. سلام خدمت شما و سلام خدمت عرض ادب شبکه جهانی محسن علیه السلام و همچنان از عرض تسلیت دارم خدمت افغانستان شایان جهان. متاسفانه دیروز هم ما شاهد بودیم گروه‌های تروریستی بر مرز شیعه افغانستان بار دیگر در هرات حمله کرد. قضیه دیروز این رقم بودن که 40 روز گذشته گروه‌های تروریستی یک عالم دینی دیگر به نام آقای اعتمادی در همین ساحه کره ملی ترور کرده بودند. دیروز 40 آقای اعتمادی تکمیل شده بود. بقیه شهدایی که دیروز شهید شدند از 40 آقای اعتمادی برمیگشتند به طرف جبرائیل که متاسفانه در ساحه کره ملی توسط تورس ها مورد حمله قرار میگیره که نه سوار برای یک سه‌چرخه بوده و تورس ها سوار برای یک ماشین به نام فولدر که بر سه‌چرخه تیراندازی میکنه. متاسفانه در این تیراندازی دو عالم دین که هر دو ملا امام مسجد بودن شهید میشه و 4 خانم دیگر در قضیه شهید شدن. آیا عوامل حمله تروریستی و حملات مشابه تا چند روز قبل تا کنون شناسایی شدند؟ تا هنوز نخیر، متاسفانه تا هنوز هیچ گروه حمله بر مردم هزاره و شیعه افغانستان در حملات اخیر به عهده نگرفته. البته این مردم افغانستان و جهان شاهد است که هر گونه حملاتی که بر مردم هزاره و شیعه افغانستان وارد گردیده، طراحی چون حملات یا طالبان است و یا داعش، چون اکثر حملاتی که بر هزاره ها و شیعه ها صورت گرفته از سوی طالبان بوده. اگر هزاره ها در مسیر جلز میدان مردک سرشان بریده شد، اگر گلوی تبسم در غزنی بریده شد، اگر ده ها جنایت دیگر در برابر مردم هزاره و شیعه صورت گرفت، عامل چنین جنایت ها در حکومت قبلی طالبان بود. در حکومت فعلی هم اگر داعش چنین حملات انجام بدهد طبعا اعلامیه نشر میکنه، میگه ما چنین حملات انجام دادیم، ما چنین حملات عاملش طالبان نمیدونیم. بله، به نظر شما انگشت اتهام در این حوادث بیشتر به سمت چه گروه‌هایی است؟ طبعا انگشت انتقاد مردم هزاره و شیعه بر طالبان است. طالبان هر روز به جهان صدا میزنه، به کشورهای همسایه افغانستان صدا میزنه، به رهبرها و سیاسیون افغانستان صدا میزنه، به فعالین مدنی صدا میزنه، به ملت افغانستان صدا میزنه که ما در افغانستان امنیت آوردیم. متاسفانه با آمدن طالبان امنیت مردم هزاره و شیعه بدتر گردیده. با آمدن طالبان به افغانستان ما شاهدی 50 عملیات بر مردم هزاره بودیم که با آمدن طالبان یه حملات گسترش پیدا کرده و موضوعی که برای ما نگران کننده است او است که هر گونه حملاتی که بر مردم هزاره و شیعه صورت میگیره هیچ گروهی به عهده نمیگیره و حتی مسئولین طالبان و رهبرای طالبان، سخنگویای طالبان، والیای طالبان احساس همدردی با مردم هزاره و شیعه نمی کنند. این نمونه آشکاراست که مردم هزاره و شیعه در افغانستان مورد نسل کشی قرار می گیرند و خاص ما به عنوان فعال شیعه، ما خاص ما به عنوان شیعه افغانستان از جهان، از کشورهای اسلامی، از کشورهای همسایه افغانستان، از مراجع اعظم تقلید، از نخبگان سیاسی شیعه است که در ارتباط به قضیه افغانستان سکوت نکند. هر روز شیعیان افغانستان مورد حملات قرار میگیره و هر روز نسل کشی طالبان و هم پیمانان طالب در افغانستان جریان داره.